پایین یه 3-4 سال شاید بیشتر اینجا در اختیارش بود و اجاره البته در اختیارش بود. نه من یه بار قبل از انقلاب هم توی مسابقات ارتشای جهان شرکت کردم که باز اونجا اول شدم و همین توی انقلاب هم باز یه بار توی ارتشای جهان شرکت کردیم ایتالیا دوباره باز هم چون یه ارتش یه مسابقات جهانی داره که سیزم بهش میگن که کلان ارتشی ها شرکت دارن که من هم به اتفاق سه تا از دوستای دیگمون انتخاب شدیم که رفتیم اونجا ولی خب متاسفانه اسب نداشتیم اسب اونجا اجاره کردیم طبیعتاً اونجا هم وقتی اسب اجاره میکنیم اون اسب که وقتی حریفشون هستیم که اسب خوب به ما نمیدن برای اجاره یا هر چی این بود که ما خیلی اونجا موفق نبودیم فقط شرکت کرد من نه خیلی من شخصی هم شرکت کردیم توی مسابقه؟ درجه کیلویی یعنی چی؟ چه میدونم با به ما گفتن تو بشه سرگرد برو دیگه خودشون؟ چه سالی بود؟ همون هم هلوشه 20 سال پیش مثلا شاید هم کمتر توی این هلوشه بود با سه تا ارتشی بودن من یکی شخصی بودم که هم به عنوان مربیشون بودم باشون کار میکردم هم به عنوان سوارکار رفتم باشون منتها حتما باید در ارتشی باشیم شرکت میکردی دیگه خب اینا به ما جازده بودید جازده نه آخه خیلی تنها ما نبودیم مثلا تیم فوتبال که شما باهاشون پلوشون بودیم یعنی تو اون کمپی که بودیم تیم فوتبال هم ما بود آقای علی دایی آقای صادق طباطبایی صادق برمزیار عرض کنم که بازیکنای خوب تیم ملی اون روزمون اینا همه درجه گرفته بودن یکی سروان بود یکی سرباز بود یکی ستوان بود اومده بودن به تیم ارتشای جهان شرکت کجا بودن سال فرانسه چیز ایتالیا ایتالیا چه شهری روم تو خود روم بودیم کل بازی‌های ارتش اونجا بود بله بعد مدرک چیزی از شما نمیخواستن همینجوری میگفتن مثلا شما سرگرد اگر هم میخواستن اینا خودشون میدادن دیگه من چیزی نداشتم بدم که آره اینا تمقدر این کارا کردن دیگه من دو بار یکی قبل از انقلاب یکی تو انقلاب جفتش به عنوان آره. سرگرد ترجمه سرگرد هم سرگرد بودم بله یه سوالی در مورد بحث دوپینگ تو ایران هست من در مورد حالا اسب‌ها و خیلی هم حالا حاشیه ساز هست میخوام خیلی شفاف و باز در موردش صحبت کنیم شما که واقعا تو سطح قهرمانی تو ایران به هر حال سابقه فعالیت داشتین فضای دوپینگ حالا یکی از مواردی هم هست که مجلس سر این بحث تحقیق تفحص از فدراسیون سوارکاری ورود پیدا کرده چه شکلیه؟ ما حالا اسبای زیادی داریم که دوپین میکنن از دوپین در میرن نمیتونن یعنی ردیابی نمیشن فضای دوپینگ از تو حوزه قهرمانی تو ایران به چه شکله تو حوزه به ویژه حالا سرعت ببینین هم دوپینگ هستش بله تو همه دنیا هست نه تو ایران باشه ولی خب ببینین اسبایی که توی دوپینگ در میان اسبایی هن که مثلا شدن اول دوم سوم اینا در میاد اگر اسراف کرده باشه حالا آمپول دیگه چه آمپولی زده باشن یا مثلا یک دو رو مثلا میبرن خونشو میگیرن یا ادرارش یا خونشو میگیرن یا هم یا دکتر دامپزشک مثلا رندوم میگه اسب شماره 5 هم مثلا بیاد اسب شماره 10 هم بیاد این حتما نیست که یک و دو که حتما باید باشه ولی الان تو دنیا البته خودش شده من تا الان این کارا نکردم و هیچ وقت نمیکنم همیشه میگم که اگر دوپینگ یعنی آمپول بخواد اسب بفرانه دکترای دامپزشک باید قهرمان سوارکاری بشن چون همه رو اونا میدونن ما باید اسبمون و سوارکارمون خوب آماده باشه تا بشه حالا ولی الان حالا یا به دلیل علم پزشکی علم هر چی هست آمپولای درست شده که وقتی میزنن توی چیز در نمیاد تو دوپینگ مشخص نمیشه اصلا خود بعضی وقتا حالا اصلا نه از خون در میاد نه از ادرار وقت متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم کدومش باید بگم این دکترای ما خودشون دکتر بعضی وقتا میشن دکتر دوپینگ و خودشون 3 ساعت قبلش میبینی یا 2 روز قبلش میبینی دارن آمپول میزنن به اسبه چون خیالشون راحته که در نمیاد دیگه تو ایران بعد ما تو مسابقاتی که داریم مثلا الان مثلا مسابقات قهرمانی کشور یا یه مسابقه داریم که مسابقات CSI
مثلا اونا رو داریم، از دو روز قبلش اسبا میرن قرنطینه، کلانتر و دامپزشک و همه اینا رو قرنطینه میکنن که آمپول بهش نزنین. آمپول دیگه الان اون آمپولایی که عرض کردم جوریه که از 4 روز قبل میزنن، احتیاج نیست دیگه اون روز مسابقه بهش بدنی، انقدر اینا قویان که از 4 روز قبلش هم اینا تو بدنشون هست و تا چند روز میتونن ازش استفاده کنن. بعد الان برای یعنی کل دنیا نمیتونه اینو ردیابی کنه؟ بله، نه کل دنیا الان همینجوری، اون آمپولایی که میاد هم از خارج میاد، ایران که چیزی نداره که، تمامش از اون ور میاد، همون چیزی که اونا استفاده میکنن. ممکنه الان یه نفر قهرمان المپیک تو سوارکاری و بعید هم نیست که داده باشه، چون در نمیاد دیگه، قبلا در میومد، قبلا خون میگرفتن و ادرار از یکیش بالاخره اگه به اصطلاح چیزی مصرف کرده بود که به اسبش در میومد، ولی الان دیگه متاسفانه یا خوشبختانه سوارکارا در نمیاد دیگه. بعد چقدر فراگیره الان تو ایران این مسئله دوپینگ؟ یعنی شما اگه مثلا 10 تا اسب دارن تو حوزه قهرمانی مسابقه میدن، به نظرتون چند تاشون دوپینگ کردن؟ این چیزی که شما تو کارین میبینید. ببینید من نمیتونم که الان قطعا بگم چند نفر، ولی چند درصد میشه درصدی، حدود درصدی گفت. فکر میکنم اگر حالا دوستانی که میشنون نخندن به من، 50%. یعنی نصف اسبای مسابقه ما با دوپینگ دارن مسابقه؟ بله، چون به هر حال اسبا نیاز به چیز دارن دیگه، بازسازی دارن، به چون اسبا تو پرش اینه یه فوتبالیسته، اینه یکوش اذیت میشن، بدناشون یک کمی درد میگیره، یک کمی خسته میشن، یه خود چی میشه و اون خستگی رو تنشون میگیره، یه آرامش هم بهشون میده و این باعث میشه که اسب بدون درد، بدون مشکل بپره. بقیه کشورها سوارکارا اسبشون رو میبرن با خودشون. بله، ما بله. چرا نمیتونیم ببریم؟ عرض کردم که ما قرنطینه الان وزارت دامپزشکی ما هنوز چیز نکرده دیگه، نتونستن قرنطینه رو جا بندازن. حالا دلیلش هم چیه که اسب بتونه بیاد تو ایران و از ایران خارج شه؟ والا خود فدراسیون هم الان دنبالش هست که حتی اومدن تو کیش و منطقه آزاد کردن که اگر ما مسابقه خارجی بخوایم بذاریم، به سر اروپا، از آسیا اروپا، هر کی میخواد مسابقه شرکت کنه بیاد کیش دیگه چیز باشه، همونجا مسابقهاشونو بدن، از همونجا هم برن که نیان تو ایران، تو تهران که بعد دوباره هم مشکلات داشته باشه. ولی هنوز اون هم به دلایلی که حالا خودشون بهتر میدونن. در مورد قرنطینه صحبت می‌کنین، چیه قضیه‌اش؟ یعنی چه اتفاقی می‌افته؟ ببینید ما یه مریضی هست به نام مشمشه که از اسب میگن به آدم انتقال پیدا می‌کنه و این تو ایران هست، ولی من خودم تا الان، یعنی از اون کوچیکی که اسم مشمشه رو شنیدم تا حالا ندیدم و آقایان دامپزشکا میگن هستش و من خودم تو یه جلسه گفتم آقا نیست و دید که آقایی صاحب اسبی اومد هویجی رو داد به اسبش، خورد کف دهن اسبه، به این هویج چسبیده بود و خود اون آقا خورد، گفت بذار اگه این اسب من داره بذار منم بگیرم. خب نه اون اسبه مرد نه این آقا، ولی آقایون میگن که هستش و ما نمیتونیم رفتش کنیم و وقتی ما خودمون میگیم که هست، خب اروپا میگه هست دیگه. هر وقت ما خودمون به رسیدیم به یه جایی که بگیم نیست و پاک شده، شاید بتونیم این اروپا رو هم قانع کنیم آقا همچین چیزی نیست. خب الان این مریضی مشمشه که میگین جهانیه یا فقط بس تو ایران میگن؟ جهانیه، ولی الان فعلا فقط ایران داره، میگن ایران فقط قرنطینه نداریم. بله، چون میگن اسب مثلا از این مرزای عراق و نمیدونم ترکیه این اسب قاچاق وارد میشه، از اونها میاد به اینجا. چه نوع بیماری هست؟ همون مشمشه. این اسب وقتی میگیره یه مقدار یه چرکی، خونابه و چرک از بینیشو میاد، بعد تنش تاول میزنه. یعنی دقیقاً این اسبی که سرما خورده یا آدمی که سرما خورده همینجوری آبریزش بینی داره و چیز داره و این انعکاسش اینه که به اسبای دیگه هم مثلا واگیر داره. ولی من الان شاید تا حالا 20 تا شاید 30 تا اسب اینا کشتن و هیچ چیزی ندیدم به اسب دیگه داشته باشه. دامپزشکی اگه ببینه اسب اینجوریه میکشش، چه من بخوام چه مالکش بشم چه بخوام چه نخوام میکشنش.
میگن که چون بله میگن خطره دیگه برای انسان، چون میگن خطر داره. خب الان مثلا 15 20 ساعت میگه که کشتن، گفتن مشمشه داشته بعد کشتن. بله گفتن داشته که کشتن، نداشته باشه که یعنی دید اونا داشته دیگه. ولی من خودم به اعتقاد خودم و تجربه خودم میگم یه همچین چیزی نیست.